سلام، خیلی خیلی خوش اومدید به کانال خودتون زی فوتبال. امروز یه ویدیو تیر لیست داریم، ویدیو پیشبینی مرحله گروهی لیگ قهرمانان امسال که بلافاصله بعد از قرعه کشی ضبطش کردیم. در واقع به صورت لایو بود، قرعه کشی همزمان پوشش دادیم، راجبش صحبت کردیم با کانال فنبال و بلافاصله بعدش تیر لیست گذاشتیم. یه تیر لیست گذاشتم که مستقیما با بردی از کانال فنبال دوتایی چیدیم، اما یه تیر لیست دیگه دوباره چیدیم بعد از اون که من چیدم و شماهایی که توی چت بودید، یعنی بچه‌هایی که توی چت لایو بودن و اونجا توی لایو شرکت داشتن واسه هم نوشتن، نظر سنجی گذاشتیم و تقریبا میشه گفت این تیر لیست و این پیش بینی که کردیم از مرحله گروهی لیگ قهرمانان و بین من و بین شما نصف نصف انجام دادیم. نصف از گروه ها رو من انجام دادم، نصف از گروه ها رو بچه‌هایی که توی چت بودن و توی نظر سنجی شرکت کردن. بریم این ویدیو رو ببینیم، اما قبلش دو تا خبر مهم بدم. اولیش این که امشب بازی رئال مادرید و خطافه است که قراره با بردی از کانال فنبال که طرفدار رئال مادرید بازی رو نظر بدیم، تحلیل بکنیم، بررسی بکنیم. بلافاصله بعد از بازی ویدیوشو منتشر میکنیم تا بتونید ببینید. خبر دوم، با بسته شدن نقل و انتقالات تیم‌ها چطور شدن، رئال مادرید چیکار کرده، بارسلونا چیکار کرده، دو تا خرید جدید بارسلونا رو با هم بررسی بکنیم، مصاحبه‌هاشون رو بشنویم، راجع به تیم‌هاشون چی گفتن و همه اینا رو بخوایم بررسی بکنیم. پس حتما کانال رو سابسکرایب بکنی، زنگوله رو فعال بکنی که به موقع این ویدیو بهت برسه، چون ویدیو بعد از بازی رئال مادرید و اگر هفته آینده ببینی واقعا دیگه جذابیت آنچنانی نداره، یه جذابیتش کمتره. پس حتما این کار رو بکن و از تیر لیست لذت ببر. راجب گروه اول بریم سراغ گروه اول. گروه بایرن، منچستر یونایتد، گالاتاسرای، کوپنهاگ. من موافقم با چیزی که چیدیم. به نظر من بذار یکیشون رو حذف بکنم. بایرن اول بدون هیچ شکی، چون منچستر یونایتد با اینکه تیم خوبی داره، با اینکه مربیش خوبه، با اینکه از فصل قبل بهتر شدن، اما فکر نمی‌کنم بتونه بایرن رو به چالش بکشه. بس منچستر یونایتد دومه. گالاتاسرای هم بازیکنای خیلی خوبی داره. گالاتاسرای ایکاردیو خریده، مرتنز رو خریده، استعدادای خیلی خوبی تو ترکیبشن. در نتیجه گالاتاسرای میاد تا سوم از نظر من اینجا. و کوپنهاگ هم قطعاً چهارم. کوپنهاگ تیمی نیست که بتونه با گالاتاسرای و منچستر سیتی و بایرن مونیخ رقابت بکنه. گالاتاسرای میتونه دوم هم باشه. آره میتونه دوم هم باشه. تیم خیلی خفنی بسته، خیلی خوب خرید کردن. اگه اشتباه نکنم حکیم زیاش هم دارن. میگم خط حمله‌ای که بسته خیلی عالی، یعنی تو هر لحظه میتونه به تیم مقابلش حتی اگر منچستر سیتی و بایرن مونیخ هم باشه گل بزنه، راحت بازی رو به نفع خودش برگردونه. میگه چند درصد ممکنه پاریس حذف بشه. گروهش گروه سختی، الان به پاریس هم میرسیم. گروه بعدی، گروه آرسنال، پی اس وی، سویا و کدوم تیم آخر بود؟ لانس. لانس بدون هیچ شکی آخره. واسه من هیچ شکی وجود نداره که لانس آخره. من راستشو بخوای الان که دارم دوباره فکر میکنم، پی اس وی رو میارم دوم، سویا رو میبرم دوم. آرسنال هم که بدون هیچ شکی اوله. آرسنال اول، همه میگن آرسنال اول. گروه بعدی رو، گروه رئال، ناپولی، یونیون برلین و براگا. گروه بعدی رو فقط به چت نگاه میکنم، فقط به چت نگاه میکنم که جواب بدم. رئال کجا بذاریم؟ رئال دوم. تا حالا یه نفر گفته رئال دوم. اگه کس دیگه ناپولی اول، ناپولی اول، رئال، دو نفر گفتن رئال اول، دو نفر گفتن ناپولی اول، رئال دوم، رئال اوله. سه نفر گفتن رئال اوله، اول، رئال اول. میگه به نظرم دوم. حالا رئال اوله یه رای بیشتر داشته، یکی میگه رئال آخر. نه دیگه، رئال آخر نمیشه تو این گروه. تا حالا فکر کنم رئال اولا بیشتر بودن. تیم دوم کی میشه؟ بین ناپولی، یونیون برلین و براگا. همه گفتن رئال اول، یکی میگه رئال وسط. وسط دوم میتونه باشه، سوم هم میتونه باشه. میگه دوم ناپولی. منطقه صدام هم گرفته. دوم ناپولیه. آره دوم ناپولی. میگه ناپولی خیلی خوب اومده. آره ناپولی خیلی خوب اومده. یونیون برلین سوم. سوم یونیون برلین یا براگا؟ من یونیون برلین رو میذارم حقیقت. براگا میاد چهارم. گروه بعدی، گروه اینتر، بنفیکا، رئال سوسیداد و سالزبورگ. به نظرم اینتر دوباره اوله. بنفیکا هم موافقم، چون از سالزبورگ و سوسیداد بهتره. سوسیداد میره لیگ اروپا و سالزبورگ هم که میاد آخر. نمیدونم کسی موافقه، کسی مخالفه؟ موافقه؟ چتا رو دارم میخونم. امیر میگه درسته، استیو میگه خوبه، درسته. بریم سراغ گروه بعدی. گروه بعدی اتلتیکو مادرید، فاینورد، لاتزیو و سلتیک. لاتزیو رو گذاشتیم سوم ولی تیم بعدی نیست. من دوباره اتلتیکو رو میذارم اول، لاتزیو سوم و فاینورد دوم، چون اینا من چیدم دست قبلی. کسایی که لایو با بردیا رو ندیدن و سلتیک هم میذارم آخر. موافق، مخالف؟ لاتزیو دوم. دو نفر گفتن لاتزیو دوم، لاتزیو دوم، لاتزیو دوم. همه میگن لاتزیو دوم.
باشه، حرف شماست. لاتزیو رو میذاریم دوم، فاینورد سوم. میگه فاینورد امسال زیاد خوب شروع نکرده. باشه، ولی لاتزیو هم خوب شروع نکرده به هیچ عنوان. بریم سراغ گروه بعد. گروه بعد پاریس میلان سخت‌ترین گروهه. این گروه من هیچی نمیگم. این گروه هیچ حرفی نمیذارم. پاریس میلان، نیوکاسل، دورتموند که اول میشه بین پاریس، بین اینا که میذارم آخر. پاریس، میلان، نیوکاسل و دورتموند. بین این 4 تا. بین 4 تایی که این پایین داره. میلان اول، میلان 3 نفر گفتن میلان اول، نیوکاسل دوم. نیوکاسل هم تیم بعدی نیست استفن. آره نیوکاسل اتفاقا یکم قبلتر تو لایو گفتم نیوکاسل واقعا تیم بعدی نیست. میلان اول، 2 نفر 3 نفر تا حالا گفتن میلان اول. پاریس سوم، من فکر نمی‌کنم پاریس سوم بشه. پاریس فکر نمی‌کنم سوم. دورتموند چهارم. دورتموند آره، دورتموند رو می‌ذارم چهارم. من دورتموند رو فعلا می‌ذارم چهارم فعلا. نیوکاسل هم میگن نیوکاسل دوم. میلان 1، نیوکاسل 2، پاریس 3. نه مخالفم محمد رضا کاملا. نیوکاسل دوم. نیوکاسل سخت آخه. بذار یه رای گیری میذاریم. نیوکاسل اول، دوم یا سوم؟ هر کدوم که بیشتر رای بیاره همونو میذارم. تا اینجا فعلا دوم جلوه. یه نفر گفته اول. من نمیدونم چه فکری کرده اونی که گفته اول. دوم فعلا جلوه. 29 نفرم رای دادن. نیوکاسل دوم، نیوکاسل دوم. برسه به 35 تا رای دیگه قطعیه. تغییرش نمیدیم. نیوکاسل دوم همچنان. فکر نمی‌کنم تغییری بکنه. اگه برسه به 35 تا. دوم همچنان دوم. نه نه نه. تغییری نمیکنه. عجیبه واقعا. حالا میلانو کجا میذارید؟ پاریس سن ژرمنو کجا میذارید اگه نیوکاسل دومه؟ نیوکاسل میذاریم دومش، کار نداره دیگه، چون همه رای دادن رسیدن به 35 تا رای. بریم سراغ تیم بعدی. دوست دارم تیم بعدی رو هم رای گیری بذاریم. اینجا دموکراسی کاملا. تیم بعدی میلان یا اول میشه یا سوم، چون دوم نیوکاسل گفتیم دیگه. میلان اول یا میلان سوم؟ همه میگن میلان اول. چی تو میلان میبینید شما؟ من نمیفهمم. 68 درصد گفتن من نمیفهمم شما چی تو میلان میبینید واقعا. میلان از نظر من، اگه به نظر من دوم بود، ولی دومو که گفتید نیوکاسل دیگه چاره‌ای نیست. میلان اول. نه دیگه، زیاده روی دارید میکنید. 70 درصد گفتن میلان اول. چطور ممکن؟ میلان واقعا یعنی چی؟ یعنی پاریس حذف میشه تو این گروه، میلان اول، پاریس هم سوم دیگه، چاره ای نیست. بریم سراغ گروه بعدی. گروه منچستر سیتی، لایپزیگ، ستاره سرخ و یانگ بویز. اینا رو میذارم همه کنار هم. منچستر سیتی، لایپزیگ، ستاره سرخ و یانگ بویز. گروه آخرام الان بررسی میکنیم. منچستر سیتی اول از همه. ببینیم کجا میره منچستر سیتی. منطقی لطفا نظر بدید. میگه همه رو نظرسنجی بذار. باشه همه رو نظرسنجی میذارم. سیتی 1، 2، 3 یا 4 نظرسنجی گذاشتم منچستر سیتی. منچستر سوم. داداش منطقی نظر بده عزیز من، منطقی. خب امیدم رو به این کانال از دست ندادم، چون آدم های منطقی تو کانال زیادن. منچستر سیتی اول. منچستر سیتی اول. میریم سراغ تیم بعد. تیم بعد رو لایپزیگ بگیریم که قوی تره از نظر تئوریک، از بقیه قوی تره. لایپزیگ دوم، سوم یا چهارم؟ این یکی خیلی از قبلی. گروه قبل رو کاملا نابود کردی. گروه قبل میلان اول، نیوکاسل دوم، پاریس سوم. پاریس سن ژرمن حذف میشه. پاریس سن ژرمن میره لیگ اروپا. فکر کن حالا، فکر کن درست در بیاد واقعا پاریس سن ژرمن بره لیگ اروپا، دورتموند کلا حذف بشه، نیوکاسل و میلان برن دوره بعد. عجیب و غریب میشه. لایپزیگو گفتن دوم اکثریت بدون هیچ شکی. لایپزیگ دومه. لایپزیگ دومه. و در نهایت دو تا تیم آخر مثلا فکر نمی‌کنم فرقی کنه دیگه. ستاره سرخ یا یانگ بویز که نمی‌دونم. اینم اگه می‌خواید رای بدید، رای گیریشو می‌ذاریم. یانگ بویز و وایبی می‌ذارم. یانگ بویز سوم یا چهارم که فکر می‌کنم آقا واقعا اهمیتی نداره اونقدر دیگه. این دو تا تیم رقابتی ترین رای گیری مال یانگ بویز. 55 طرفدارای یانگ بویز بیارنش یوروپا لیگ. 55 درصد طرفدار یانگ بویز، 45 درصد میگن چهارم. نه سومه دیگه فعلا، اینطوری که رای گیری نشون میده. ولی دو نفر رای بدن کاملا عوض میشه. نه نه، همه یانگ بویز رو سوم میدن، ما میذاریم سوم. ستاره سرخ هم دیگه در نهایت چهارمه. و آخری بارسلونا رو میخوام آخر از همه ازتون بپرسم. بیاید راجع به شاختار. شاختار چندمه؟ اینو خیلی باید مواظب باشید. شاختار اول نکنید. شاختار سوم منطقیه به نظرم. شاختار احتمالش هست. پورتوی تارمی دوم میشه، بارسلونا اول، چیزی که من میبینم. شاختار سوم. شاختار رو میذاریم سوم. شاختار سوم. حالا بریم سراغ پورتو. رأی دارم یکم بیشتر میشن. باز خدا رو شکر اونایی که توی لایون حداقل رأی میدن ببینیم نظرشون چیه. پورتو اول، دوم یا چهارم؟ چون لایپزیگ کلا دیگه چهارمو گرفت، سومو گرفته. پورتو دومه به نظرم. بعضیا گفتن پورتو اول، تارمی، لواندوفسکی، اونایی که پورتو رو اول گفتن. 60 درصد گفتن پورتو دومه. دومه منطقیه. من فکر میکنم پورتو 60 درصد. آره پورتو دومه. با 60 درصد از شما من موافقم. پورتو دوم،
دیگه بارسلونا رو هم لازم نیست فکر کنم بپرسم. بارسلونا هم همه تو میگید اول، اونایی که منطقی هن البته. بارسا اول یا چهارم؟ امیدوارم بارسا چهارم در نیاد. از اون گروه پاریس سن ژرمن واقعا وقتی پاریس سن ژرمن رو حذف کردید، میلان و نیوکاسل آوردید بالا، همه چی ازتون بعیده. هیچ چیز ازتون بعید نیست بهتر بگم. و اکثریت گفتن با اختلاف زیاد بارسلونا اوله. و اینم از این گروه های ما شد. یک ساعت و نیم توی دایرکتیم.